یه سلام گرم خدمت شما قهوه دوسته عزیز، سینا هستم. به کانال ماجیکال کافی خوش اومدی و امیدوارم حال دلتو خوب خوب باشه. توی این ویدیو ما میخواییم در مورد پیدایش قهوه و قهوه چی هستش با هم دیگه صحبت کنیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید، کانال من سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید و با لایک و کامنتاتون بهم انرژی بدید. بریم سراغ ویدیو. قهوه چی هستش؟ قهوه یه میوه، درسته در دسته غلات میذارنش، ولی در اصل یه میوه که انقدر به گیلاس شبیهه که بهش میگن کافی چری یا گیلاس قهوه. قهوه میوه قرمز رنگه، وقتی که میرسه رنگ اون قرمز میشه. البته به نوع گونه و زیگونش ربط داره، ولی معمولا به رنگ قرمز میشناسنش. هر میوه قهوه دو تا دونه داخلش داره که با توجه به پروسس ها و فراوری هایی که اتفاق میفته این دونه ها رو بیرون میارن و استفاده میکنن. این کلیات قهوه بود. خب بریم سراغ پیدایش قهوه و اصلا قهوه چجوری کشف شد. روایت های زیادی در این مورد هست. طبق روایت قدیمی و گسترده، در قرن 5 میلادی قهوه از ابتدا توی منطقه در اتیوپی که خیلی به یمن نزدیک بود رشد کرد. یک چوپان به اسم کالدی که برای چرا به اون منطقه میرفت، بر حسب اتفاق گله بزهای کالدی سراغ میوه قرمز رنگی میرن و از اونا میخورن. کالدی که این صحنه رو میبینه اجازه میده بزها از میوه های قرمز بخورن. بعد از برگشت از چراگاه، کالدی متوجه میشه که بزهاش از حالت عادی خارج شدن و انرژی مضاعفی دارن. و کالدی متوجه میشه که این میوه ها خطرناک نیستن، برعکس باعث نشاط و انرژی بیشتر بزها شده. بعد از این ماجرا کالدی این میوه رو تست میکنه، اما اتفاقی که برای کالدی افتاد باعث تعجب زیاد اون شد. اون میوه باعث بالا رفتن ضربان قلب کالدی و بالا رفتن بیش از حد اون شد. و امروزه اینو میدونیم که مصرف بیش از حد کافئین باعث اون اتفاقاتی میشه که برای کالدی افتاد. و اینو باید بدونید که درصد کافئین موجود در قهوه خیلی بالاتر از خود قهوه هستش. و به این شکل قهوه کشف شد. و به خاطر اینکه اون سرزمینی که کالدی قهوه رو توی اون کشف کرد، سرزمین اعراب بود. و به همین دلیل اسم قهوه رو عربیکا گذاشت. و بعد از گذشت دو قرن بین کنگو و اوگاندا نوعی دیگه از قهوه، یعنی قهوه روبوستا پیدا میشه. خب بریم سراغ این که اصلا قهوه برای اولین بار از کجا صادر شد و به کجا رفت. قهوه برای اولین بار از بندری به اسم رینیون در نزدیکی یمن بود به اروپا فرستاده میشه و اولین کشور میزبان قهوه فرانسه بود. مردم اون زمان که قهوه رو به میوه جادویی میدونستن، قهوه رو در اوایل به صورت مخفیانه مصرف میکردن و دلیل این عملم خرافاتی بودن کشیش های اون زمان بود. اجازه مصرف قهوه رو از مردم سلب کرده بودن و به مرور زمان متوجه شدن که تأثیر حجاب انگیز قهوه به خاطر خاصیت های اونه. و سرانجام در قرن 9 بعد از میلاد مسیح به صورت قانونی هم مصرف شد و هم به اروپا صادر شد. خب عاشقای قهوه، مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید و با کامنت و لایکاتون بهم انرژی بدید. و امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید.